یو چطورین بچه ما تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به یه لیتس پلی از بازی لند آف ده وایکینگز. بچه توی این بازی ما تمدن وایکینگ ها رو داریم و در ابتدای بازی که باید اسم ویلیجمون رو انتخاب کنیم که من اسم زیبای حق آباد رو برای این روستای وایکینگی مد نظر دارم و بعد اون باید مپمون رو انتخاب بکنیم که این خوبه این خوبه این همشون بهتره به نظرم البته و دیگه جونم واساتون بگه که بدون معطلی بریم سراغ گیم. خب این هم از این روستایی که بچه ها میبینید روستای وایکینگی ماست و این سرزمینی هم که میبینید به کل سرزمین ماست، یعنی همه جاش رو میتونیم ساخت و ساز بکنیم و خیلی کارا میتونیم بکنیم. به طور کلی بسیار جای زیبا و دلانگیز و روحانگیزیه. ولی خب بچه در ابتدا ما باید دو نفر اینجا بزنیم توی این چوب بریمون شروع به کار کنن که این داشمون رو انتخاب میکنیم به علاوه این یکی خانوم. بعد از این بچه نوبت این میرسه که محدوده چوب بریشون رو انتخاب بکنیم که من اینجا رو میزنم و علاوه بر اون ما به سنگ هم بچه نیاز داریم، پس انتخاب میکنم که این دوتا سنگ رو شهروندان گرامی و عزیز هیمالیا که البته دیگه این نواحی وایکینگی شامل هیمالیا نمیشه متاسفانه بچه، ولی خب ما میتونیم به این افراد مهاجران هیمالیایی بگیم که رفتن در سرزمین های اسکاندیناوی سکنا گزیدند و هیمالیایی هم ولی در اسکاندیناوی در سرزمین وایکینگان. بله، ولی جدای از همه اینها یک جاده هم بچه ما باید از اینجا تا مثلا این ورا بکشیم تا اینجا مثلا. خب فعلا ادامهش هم نمیدیم، یعنی همینقدر کافیه. این سنگه رو باید بزنن، این جاده رو ادامه میدیم، میاریم اینجا بنده رو اینجور چیزا میزنیم اصلا اوف. بچه جدن بازیش بازی خفنیه. خب یعنی من این بازی رو از چند ماه پیش روی سیستمم داشتم، قصد اینو داشتم که ازش واسهتون ویدیو بذارم ولی هی نمیشد، نمیدونم چرا. ولی واقعا بازی جذابیه. و اینم بگم که ما الان داریم فری پلیش رو بازی میکنیم، یعنی سناریوشو جلو نمیریم. حالا یه داستانی هم، یه خط داستانی هم خود بازی داره ولی ما اونو جلو نمیریم چون قراره کلن یه دونه لتس پلی از این بازی داشته باشیم. و اگر حمایت کنید و لایک‌ها و کامنت‌ها رو جر و جر کنید شاید یه سری هم داشته باشیم، خدا رو چه دیدی. ولی فعلا بچه هدفم کلن یه دونه لتس پلیه و این چند روز که دارم هی واسهتون هر روز لتس پلی میذارم کلن یه طور عجیبی شده چنل. ویدیو ویو نمیخوره ولی کامنتاشو میخونی همه میگن ادامهش بده. من پشمام ریخته از این موضوع. ولی خب چوببرهای عزیزمون بچه همه چوبای اینجا رو زدن، باورم نمیشه. به همین دلیل ما چوبای این بر رو هم سلکت میکنیم تا برن بزنن. چوبای این پشت رو نمیخوام راستیتش بزنیم چون خوشگل کرده اینجاها رو. این سنگا رو هم اگر ملت عزیز ما بزنن و تموم کنن خیلی خوب میشه، ولی دارن بدبخت جون میکنن. ولی از اینا که بچه بگذریم، به نظر من الان ما باید یه دونه محل ماهیگیری داشته باشیم. چرا؟ چون ممکنه در آینده به مشکل غذا بخوریم، پس به همین خاطر یه محل ماهیگیری اینجا میزنم ساخته بشه که امیدوارم سریعتر ساخته بشه. من 6 تا کارگر میفرستم بالا سرش، سنگ داریم، چوب داریم، همه چی اوکی، به نظرم باید سریع بسازنش. ولی جدای از هر چیزی بچه این بازی بیلدای خفنی داره، یعنی بیلداش هم خوبن زیادن و علاوه بر اون یه سری بیلد دکوراسیون هم داره که این خیلی خفنه. این اصلا یعنی ترکونده، مثلا اینو ببین، این یه دونه مثلا خیلی خفنه ولی این ایکس رو میگه بزن او روتیتش زیو اینه. آها، میگفتم بچه این مثلا خیلی خفنه ولی برای ساختش اگه اشتباه نکنم به 5 تا سیلور نیاز داریم که حالا من یه دونه اینو میسازم، خیلی هم خفن شد. ولی کل چیز دکوراسیون دیگه هم داره بازیش که واقعا اینو دوست دارم، جدی بچه این مورد رو دوست دارم، یعنی خیلی خفنه این. ولی جدای از همه این ها بچه، الان اولویت ما اینه که این فیشینگ هات ساخته بشه چون نیاز داریم دیگه، آقا غذا نداریم. دایی جان الان ببین استوریج فودمون خالیه، این مردم اگر غذا نخورن پا چی بخورن؟ همین برم که شب شد سرعت بازی رو میبریم بالاتر
تا زودتر صبح بشه و دارن میسازن. ولی خدا رو شکر دارن اینو بچه‌ها میسازن. این اگه ساخته بشه خیلی خوب میشه. کلا دشواریای ما حل میشه. کم کم هم داره روز میشه. سرعت بازیو بیاریم پایین‌تر. اینش هم بچه‌ها خیلی دوست دارم که مثلا اینطوری سنگو تو پشتش داره میاره. بعد میاد خالی میکنه اینجا، بعد میره باز چیز میذاره دیگه بیاره. این خفنه، این جدی خفنه، بازیش جدن بچه، بازی خفنیه. ولی از اون بر اگه بخوام بین تمدن ازتک ها و این یکی رو انتخاب بکنم، اون گرافیکش و سیناریوش یه طوری بود که اصلا دلنشین بود. ولی از اون بر بچه این بازی هم بازی کاملیه و من بین این دوتا اینو انتخاب میکنم 100%. اکاش بچه واقعا حمایت میکردید و میتونستم از این بازی ها سری بذارم. حالا بحث حمایت که میشه یک حمایت جمعیه بچه، یعنی همتون مثلا خوشتون بیاد و همتون بخوایدش، مثل هارتس آف آیرون. برای مثال این لتس پلی هایی که من دارم میذارم اصلا ویوی نداره، یعنی خیلی موضوع عجیبیه. ولی در کل بچه ازتون میخوام حمایت کنید لطفاً، واقعا نیاز به حمایت هاتون دارم، واقعا نیاز به کامنت هاتون دارم برای انرژی گرفتن. و از اون ور اگر بازی میشناسید، بازی خوب، حتما معرفی کنید بهم، حتما پلیش میدیم. و دم همتون گرم بچه، دم همتون گرم. این فیشینگ هاتمون هم داره ساخته میشه خدا رو شکر، این سنگه هم دیگه تاره تموم میشه، چوسه ازش مونده. ولی مردممون بچه به نسبت خستن، چون چند شبانه روزه که دارن کار میکنن. ولی جدایی از همه اینها، این سنگه هم تموم شد، ایول این فیشینگ هات هم ساخته شد خیلی سریع. یه نفر رو میزنیم توش کار کنه، دوتا هم بهش بات میدیم و دیگه جونم واسه تون بگه که داداش برو کار کن، نکنه بس بر تو هم اریا چیز کنم. آقا بیا، این الان دو نفرید شماها، دوتا هم کشتی دارید، برید ماهی بگیرید. خودو بینم بخش ریسرچ این بازی هم بچه اسمش هست تری آف لایف، یعنی درخت زندگی. و برای مثال اگه اینو انجام بدیم خیلی بیلدا واسمون باز میشه که حتما انجامش میدیم. اینم انجام بدیم معدن واسمون باز میشه و چیزهای دیگه. این یکیام که باونسن بیشتر، یعنی چیز خاصی نیستن. اینم انجامش میدیم. اینجام شیپیارد بهمون میده که دیگه چیز براش نداریم، تری آف لایف پوینت واسش نداریم. ولی بخش ریسرچش واقعا جذاب بود، واقعا دوست داشتم، واقعا این مورد رو دوست داشتم. ولی این شاسکولا چرا کار نمیکنن؟ این کم، این حالا تازه داریم یا سر کار بی پدر، یا برو کار کن. خانوم فعلا بعد دو روز اومد سر کار، روزگار به شدت عجیبیه بچه. ولی بذارید جاده اینجا رو هم من تکمیل بکنم. اینم از جاده اینجا و دیگه جونم واسه تون بگه که از الان به بعد دیگه باید مشکل غذامون حل بشه ها، یعنی من دیگه اگه حل نشه واقعا ناراحت میشم. ولی در حال حاضر بچه باید برای چوب برهامون یک اریای جدید هم بدیم، چون سرعت چوب بریشون خیلی بالاست. یزیدای یه طوری چوبا رو میزنن که اصلا آدم کپ میکنه. حالا دوتا زون رو اینجا بهشون دادم، یکم دورتر برن چوبای اونجا رو بزنن. و از این ور بچه بیلده جدید هم که برامون باز شده خیلی هم خوب، و الان میتونیم زمین کشاورزی هم داشته باشیم، این خودش خیلی خفنه. ولی من یه جایی رو بچه میخوام برای شکار، و ما چاه آب هنوز نداریم بچه. بذارید من یه دونه چاه آب اینجا بذارم، مردم مشکل آب نداشته باشن. جاده اینجا رو هم خیلی سریع بنده اوکی میکنم، خیلی هم گرون در میاد جاده. این چاه آبمون هم اگر بکنن که کندن و تموم شد دیگه. الان اوضاع خوبه، الان ماهیگیری رو داریم، اونم داریم. و یه چیز دیگه هم که بچه الان میتونیم داشته باشیم یه جاییه که برن شکار کنن، که البته میتونیم مثلا بوزوینا هم پرورش بدیم، اینم خوبه. ما اگه الان بریم بچه برای سرمایه‌گذاری روی هانت، به هر حال حیوان ها از یه جایی به بعد تموم میشن. ایده ای که من دارم بریم سمت دامپروری و اینجور چیزا، که به نظر من انتخاب به نسبت بهتری میتونه باشه. زمین کشاورزی هم بد نیست، اونم خوبه. حالا یه لحظه بذارید ببینم من زمین کشاورزی اگر بخوام بسازم کجا باید بسازمش؟ که به طور اصولی ما میتونیم اینجا رو به این شکل
اختصاص بدیم به زمین کش و وای خیلی گرون بود زمین کشاورزی. سه تا فارمر من توش میندازم و به نظر من بهتره که گندم بکارن، این خیلی میتونه بهتر باشه. سه تا هم کلا توش فارمر میذاریم، حالا بذار 5 تا باشه، این به نظرم بهتره. و دیگه جونم واسهتون بگه که الان زمین کشاورزی هم داریم، به معنی کلمه بچه سرزمین وایکینگیمون الان همه چیش خوبه. مهمترین دغدغه‌ای که توی این بازی ها میشه داشت فقط غذاست، که غذا داریم خدا رو شکر، غذا هست، چوب هست، سنگم هست، 21 نفرم جمعیتمونه و اوریج هپیننسمونم 78 خوبه، فیممونم 714 و جنگم که نداریم. امیدوارم حالا جنگی بچه پیش نیاد، چون من اصلا سرمایه گذاری روی ارتش نکردم. و نایس اینجا رو ببین چقدر خوشگله بخش کشاورزیش، قشنگ دارن شخم میزنن، باورم نمیشه. این واقعا موضوع جذابیه. این گاو و گوسفندا چی میگن آقا؟ هوی بچه یه بیلد مارکت پلیس هم داریم که اینم بیلد به نسبت جذابیه و نمیدونم کجا بسازمش، جدن نمیدونم، ولی به نظر من اینجا برای مارکت پلیس میتونه جای مناسبی باشه. سنگ و چوبش هم که داریم و الان 6 تا ورکر باید بیان اینو خیلی سریع و فوری برای ما بسازن. بذار از پشتم یکم اینجا رو ببینیم که نایس، این که اصلا کامراش آزاده، این واقعا چیز خفنیه. واقعا این آزاد بودن کامرای این بازی رو دوست دارم. یه اتفاقی هم اونجا افتاده که بریم ببینیم چیه، چی شده اونجاها، که البته فکر نکنم چیزی شده باشه. ولی در هر صورت بچه بهار دیگه داره به پایان میرسه و فصل بعدی فکر کنم تابستون قراره باشه، نمیدونم. ولی اینو میدونم دم ماهیگیرامون گرم که دارن یه تنه مشکل غذای ما رو هندل میکنن، یعنی تنها منبع غذایی ما در حال حاضر همین ماهیگیران، یعنی اصلا هیچ منبع دیگری نداریم. که حالا من یک ماهیگیر دیگه هم استخدام میکنم، ولی دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. اینجا هم که داره مارکت پلیسمون ساخته میشه، که این اگه ساخته بشه خیلی خفنه. و بچه ساخته شدن بیلدار رو ببینید، تکه به تکش توسط خودشون ساخته میشه، یعنی ستون رو بر میداره میاره میذاره اینجا، خفنه، واقعا خفنه، این مقدار دیتیل واقعا خفنه. دم سازنده‌های این بازی گرم، واقعا دمشون واقعا گرم، خیلی بازی پر دیتیل و خفنی ساختن. ولی خب مارکت پلیسمون هم ساخته شد و یک نفر رو میزنیم توش کار کنه و فکر کنم کلا کارش خرید و فروش قرار باشه دیگه. آره. ولی از اون ور بچه‌ها الان توی این مرحله ما چون داریم دیگه گندم تولید می‌کنیم، به نظر من باید کم کم سمت نون بریم. من جدا نمیدونم چجوری میتونیم نون داشته باشیم، واقعا نمیدونم، چون بیکری یا اینجور چیزا نداره این بازی، ولی میدونم که نون رو داره. ولی خب برای نون باید اول آرد داشته باشیم، این سخته، این جدی سخته بچه. پس با این حساب من یه محل برای شکار فعلا بزنم، خب یه مقدارم دور میزنمش که دیگه اوکی باشه، از هر لحاظ اصلا نیاز نیست بغل روستا باشه و این قضایی ها. اینو من اینجا بزنم ساخته بشه، یکم هم زمان قراره ببره ساختش، ولی خب عیبی نداره. بعد ساخته شدن اون مشکل گوشتمون حل میشه، ولی مارکت پلیس رو هم الکی ساختیم بچه، چون هیچ چیزی برای فروش توش نداریم. ما کلن تنها چیزی که داریم تولید میکنیم هم ماهیه، اونم تولید نمیکنیم، میریم میگیریم. ولی الان یک سوالی که برای من پیش اومده، اینجاست، اومده اینجا بیچاره داره ماهی میگیره، الهی واقعا دلم خون شد، اومده این سر دنیا داره ماهی میگیره بیچاره. زندگی سخته ها بچه، زندگی جدا سخته. ولی خب چه میشه کرد، اینو دارید میسازید یا نه؟ که آره خدا رو شکر دارن میسازه، البته گفتم زمان میبره ولی دمشون گرم. 2 روز دیگه هم بچه احساس میکنم ما میتونیم فستیوال داشته باشیم توی ویلیجمون، که نمیدونم فستیوال این بازی چجوریه، ولی واقعا دوست دارم ببینم، جدی دوست دارم ببینم که فستیوال ها به چه صورت هم. و بچه من یه خونه دیگه با اجازه شما عزیزان اینجا میسازم، چون احساس میکنم اگر یه خونه دیگه هم داشته باشیم مردم زاد و ولد میکنن و جمعیتمون میره بالاتر، که هولی یه نفر رو هم از دست دادیم، یه نفر مرد. توی مارکت پلیسمون هم الان فقط و فقط ماهی برای ارائه داریم، هیچ چیز دیگه نداریم،
اینجا هم که اون گندمه ای که کاشتیم هنوز در نیومدن. و دیگه جونم واسهتون بگه که او اینم مریضه، این داشمونم مریضه، وای. ولی متاسفانه ما هیچ چیز درمانی نداریم. ولی خب چه میشه کرد، الان اصلا تکنولوژی ما در حدی نیست که بتونیم مریضی رو درمان کنیم. حالا در آینده بیلدهای خیلی خفنی هست برای این کارها، ولی الان نه واقعا. ولی در هر صورت بچه این هانتینگ لوجمونم آماده شد که باید دو نفر رو درش مشغول به کار کنیم و اینا دیگه چیز نمیخوان، دیگه زونو اینا نمیخوان، ایشالله خودشون میرن شکارشون رو انجام میدن، درسته؟ بله، ایشالله که به این صورته. تو منگی مریض نیستی، برو خونت استراحت کن، چرا داری ول میگردی؟ بس ببینم این داشمون کجا کار میکنه. جامپینگ تو اینجا کار میکنه. خب من از اینجا اخراجش میکنم، این رفیق برد خونهش استراحت کنه. میبینی چه آدم دل رحمیم؟ پس همین الان ویدیو رو لایک کنی، چون هر کی بود اخراج نمیکرد و نگهش میداشت تا دهنش سرویس بشه، ولی من دلم نیومد راستیت. الان این داره ول میگرده، همه مثلا شب نمیرد خونش بخوابه، این موضوع فشار دهنده است. ولی خب چه میشه کرد، اونم اینطوریه دیگه، مهمم نیست، حالا امروز فردا میفته میمیره، کارش هم نمیتونیم بکنیم. ولی در هر صورت بچه ها سرعت بازی که بردم بالا سریعتر روز بشه. ولی از اون ور الان میخوام ببینم توی مارکت پلیس چی داریم که هیچی نداریم. این قبل فقط ماهی برای فروش داریم. خب اون محل شکارمون رو هم من یک چکی بکنم که فعلا هیچ دستاوردی نداشتن، ولی الان ها فکر کنم کارشون رو شروع کردن دیگه، همینطوری دارن اینور اونور میرن تا یه ایوون پیدا کنن شکار بکنن، که موفق هم نیستن، متاسفانه موفق هم نیستن. حیوان ها همشون اومدن اینجا بغل ما دارن زندگی میکنن، اونم که ایوون پیدا نمی کنن برای شکار. این بیلدمون هم که بچه اینطوری رو هوا مونده کاملا. البته مشکل اصلیش هم نبود چوبه، که یه چیز خفنی که این بازی داره، چوبا رو که میزنی دوباره در میان. ایوه این خوبه، این جدی چیز خوبیه. ولی میزنم چوب برهامون بیان چوبای اطراف این چیز هانتو بزنن که اونا راحت تر بتونن شکار بکنن. و دیگه عرضم به حضورتون که وقت برداشت اینجام رسید. آقا لیتس گو، بریم برای برداشت محصول. بالاخره گندم خواهیم داشت، باورتون میشه؟ البته گندم خالی به درد نمیخوره، باید آسیابش کنیم، بعد حالا تازه اونو برداریم نونش کنیم. دردسر خیلی داره، اینم آسیابشه که خیلی بیلد بزرگی، اصلا نمیدونم چجوری کجا باید بسازم. حالا اینجا بزنیم به ساخته بشه، ولی دقیقا نمیدونم جریانش چجوری قرار باشه. در هر صورت این خونه هم داره بچه ساخته میشه، جمعیتمون رسید به 19 تا. روزا بد، افتضاح، خراب. ولی علاوه بر آسیاب بچه، اون بیلدی که میتونه آرد رو به نون تبدیل کنه رو من پیدا نمی کنم، جدی هر چقدر می گردم دنبالش نیست انگار. کم کم هم داره فصل تابستان به پایان می رسه و پاییز و زمستان سختی قرار هست داشته باشیم. این ورم که زدم دوباره بکارن این زمین رو. ولی بچه اگه دقت کرده باشید اوزامون خوبه ها، سیلور خوب داریم، سنگ داریم، چوب داریم، غذا داریم، خوبه اوزا، اوزا بدک نیست. مارکت پلیس همون هم که داره اضافه ها رو میفروشه، برای مثال هر چیزی که اضافه داشته باشیم رو میفروشه و بهمون سیلور میده، اینم خیلی خفنه. ولی جدای از هر چیزی بچه، بازی به من به شخص خیلی حال داد، امیدوارم شما بچه های توی خونه هم از این بازی لذت برده باشید. اگه بازی خاصی بچه مد نظرتون هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا با هم دیگه پلیش بدیم. و اگر از این بازی حمایت کنید و لایک ها و کامنت هاشو جر و جر کنید، پارت های بعدیش هم براتون میذارم. و دم همتون گرم، ممنونم ازتون که این ویدیو رو دیدید و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.